بچه ها، من برای یادگیری چیزهایی که امروز توی این قسمت میخوام بهتون آموزش بدم هزاران دلار پول خرج کردم. هنوز که هنوزه توی یک سری از ورکشاپ ها و وبینارهایی در خصوص الگوریتم یوتیوب شرکت میکنم که بعضی هاشون تا 2000 دلار واسم هزینه بردارن. اما توی این قسمت همه چیز رو میخوام به رایگان در اختیار شما قرار بدم، هر چیزی که بلدم رو. پس با من همراه باشید و این ویدیو ارزشمند رو از دست ندید. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستای گل، من رامان طلا هستم و این کانال یوتیوبی من هستش. اینجا در خصوص کسب درآمد صحبت میکنیم، در خصوص بیزنس ها صحبت میکنیم، در خصوص فرصت های مالی صحبت میکنیم. هر قسمت مسابقه داریم، چیزا میپرسم، هدیه میدیم. هدیه همون شرکت توی دوره تخصصی آنلاین هستش، دوره 11 گام، ارزش این دوره 800,000 تومانه. لینکش رو توی دیسکریپشن میذارم، برید ببینید ارزشش رو داره. قبل اینکه بخوایم بریم سراغ آموزش، اجازه بدید مسابقه این قسمت رو برگزار کنم. صف نمایش من. بچه ها، اون چیه که مثل یک پر سبکه اما قوی ترین مردها هم نمیتونن حتی 5 دقیقه نگهش دارن. جواب درست واسه هم بنویسید. تمام کسایی که به چیزان جواب درست بدن تو قسمت بعد تو قلعه شرکت داده میشن و برنده شانس این رو داره که به رایگان تو دوره 11 گام ثبت نام کنه. خیلی خوشحالم میکنید که این کانال رو سابسکرایب بکنید، آنش اشتراک بگیرید، زنگوله رو بزنید و یک لایک هم به سار این ویدیو کنید. دوستتون دارم، بریم سراغ آموزش. بچه ها، شناخت الگوریتم یوتیوب یعنی اینکه بفهمیم که مغز یوتیوب چطور کار میکنه، چطور ویدیوها رو پیشنهاد میده و چطور یک ویدیو ویو بیشتری میگیره. اگه اینها رو بدونید همه چیز واسهتون آسون‌تر پیش میره، راحت‌تر ویو میگیرید و کانالتون راحت‌تر رشد میکنه، پیشرفت میکنه. خصوصا اگه تازه کار هستید یا قصد دارید تولید محتوا داخل یوتیوب رو شروع کنید، این مطالب خیلی به دردتون میخوره. باعث میشه که دید عمیق‌تری نسبت به کارتون پیدا کنید. ببینید، الگوریتم یوتیوب اینجوریه که یا ویدیوهای ما رو به مخاطبین قبلیمون که کال تو اکشن داشتن نشون میده. حالا کال تو اکشن یعنی چی؟ یعنی اینکه اقدامی انجام دادن، اومدن کانال رو سابسکرایب کردن یا یه کامنت گذاشتن یا یه لایک کردن یا حتی صرفا ویدیو رو دیدن، حتی این هم کال تو اکشن هستش. هر اقدامی بچه‌ها، به همه اینها میگن کال تو اکشن. همونطور که گفتم الگوریتم یوتیوب یا ویدیوی شما رو به مخاطبین قبلی که کال تو اکشن داشتن نشون میده و یا اینکه از طریق سرچ به افراد جدید ویدیو رو معرفی میکنه. یعنی داخل فیلد سرچ اگر کسی موضوعی رو سرچ کنه که شما در خصوصش محتوا ساخته باشی، ممکنه ویدیوی شما به اون شخص پیشنهاد داده بشه. حالا تازه کارها چون مخاطبین قبلی ندارم، ببینید بچه ها، وقتی من ویدیویی رو منتشر میکنم بیشتر از 2/3 بازدیدهام از مخاطبین قبلی کانالم هستن. اوکی، ولی یک تازه کار مخاطبین قبلی نداره، تازه شروع کرده، پس تنها راهی که میمونه باید از طریق سرچ یوتیوب ورودی بگیره. اوکی، که کار آسونی هم نیستش. حالا بیاید یه مثال واقعی بزنیم. تصور کنید که شخصی میخواد در خصوص کسب درآمد دلاری تولید محتوا کنه و یک کانال یوتیوبی داشته باشه. چرا این مثال رو زدم؟ چون که هم خودم تجربه کافی در این خصوص دارم و هم شما که مخاطبین این دست از کانال ها هستید بهتر میتونید مثال های من رو درک بکنید. خب وقتی تو این حوزه میخوای کار کنی، اول باید بتونی از سرچ یوتیوب ورودی بگیری. یعنی باید بشینی به این فکر کنی که مردم چی فکر میکنن، مردم چی رو سرچ میکنن. اولین چیزی که به ذهن آدم میرسه اینه که مردم سرچ میکنن کسب درآمد دلاری یا آموزش کسب درآمد دلاری. پس اگر ما ویدیوهایی بسازیم که عنوانش با کسب درآمد دلاری شروع بشه، تو دیسکریپشنش کسب درآمد دلاری باشه و تو هشتگ هاشم کسب درآمد دلاری رو مدام تکرار بکنیم، اگر بخوایم یه همچین محتوایی رو آماده بکنیم، شاید بخوایم تو سرچ گوگل، بخوایم از طریق سرچ گوگل ویدیومون رو بتونیم معرفی بکنیم. خیلی از بچه‌ها با همین ایده به ظاهر درست کارشون رو شروع میکنن، اما بچه‌ها رشد نمیکنن، فید نمیگیرن، نمیتونن ویو بگیرن. دلیل اصلیش اینه که کلید واژه کسب درآمد دلاری بسیار کلید واژه شلوغیه. شما رقبای زیادی داری، رقبای گردن کلوف که اجازه معرفی و رشد رو بهت نمیدن. اینو با سرچ کوچیک هم میشه فهمید که الان بهتون نشون میدم. انقدر این کلید واژه شلوغه و انقدر مردم روی این کلید واژه دارن کار میکنن که حتی کانالی مثل من که کانال به نسبت متوسط رو به رشدی هستش، با 7 ماه فعالیت و با چیزی در حدود 80 تا ویدیو هم شانس اونچنانی برای حضور داخل لیست نداره. یعنی من داخل لیست هستم، اما وقتی سرچ کنید کسب درآمد دلاری 30 تا ویدیو بیاد پایین، شاید به یکی از ویدیوهای من بخورید که این به درد من نمیخوره. معمولا بالای لیست، صدر لیسته که مهمه. اما چرا من صدر لیست نیستم؟ چون که رقبای گردن کلفتی دارم بچه‌ها. چون کسایی هستن که از 2 سال پیش کارشون رو شروع کردن،
بیشتر از 5 برابر من محتوا منتشر کردن. یعنی من اگه 80 تا ویدیو منتشر کردم، اونا 400 تا ویدیو منتشر کردن و واضحه که اونا اعتبار بیشتری میشه یوتیوب دارن و اونا تو صدر لیست هستن. حالا بیاید یه چیزایی اصلا در همین مورد بهتون نشون بدم سر صفحه نمایشم. صفحه نمایش منو ببینید. خب بچه‌ها، تو این قسمت میخوام کلید واژه‌ای مثل کسب درآمد دلاری رو بررسی بکنم و در خصوص الگوریتم یوتیوب به شما اطلاعات بیشتری بدم. برای این کار حتما از حسابم ساین اوت میکنم، چون که میخوام بررسی ها و سرجم نتایج دقیق تری بهم بده. بچه ها حالا با سرج کلمه کسب درآمد دلاری شروع میکنم. خودش به صورت پیشنهادی واسم میاره، چون کلید واژه بسیار پرطرفداری هستش. وقتی چنین کلید واژه رو سرچ میکنم، یه همچین نتایجی رو واسم یوتیوب بچه ها لیست میکنه. شاید تا به امروز دقت نکرده باشید، اما یوتیوب 12 تا دونه ویدیو رو بچه ها تو صدر لیست واسم قرار میده و بعد زیر این 12 تا یه خط میکشه و بعد میره قسمت بعدش که اسمش از People Also Watch It، یعنی مردم اینها رو هم دیدن. اگر دوست دارید اینها رو هم ببینید. حالا اگر بخوایم به این 12 تا ویدیو دقت بکنید، چون این کلید واژه بسیار کلید واژه پرطرفدار و پررقابتی هستش، تمامی این 12 تا ویدیو بچه ها ویدیوهایی هستن که نیو هستن. پایینشون نوشته نیو، یعنی به تازگی منتشر شدن. ویدیوهایی که از 1 تا 5 روز قبل منتشر شدن ما بهشون میگیم، یعنی یوتیوب بهشون میگه ویدیوهای نیو، ویدیوهای تازه. و تمامی صدر لیست ما، ببینید این ویدیو 53 دقیقه پیش منتشر شده، نیو هستش. این ویدیو 1 روز پیش، این ویدیو 1 روز پیش، این ویدیو 5 روز پیش، این ویدیو 5 روز پیش، این ویدیو 1 ساعت پیش، این ویدیو 9 دقیقه پیش. اوکی، تمامی ویدیو، حتی تا انتهای لیستا اینجا، این ویدیو 7 ساعت پیش، تمامی این ویدیوها نیو هستن بچه‌ها. پس این به شما نشون میده که الگوریتم یوتیوب توجه خاصی میکنه به ویدیوهای جدید. یعنی حتی بزرگترین یوتیوبرهای حوزه من، مثلا همین کانال استارت وولف که یک کانال به نسبت موفقی هستش، این کانال هم اگر ویدیوهای جدید منتشر نکنه بچه‌ها تو این لیست قرار داده نمیشه، تو این لیست قرار نمیگیره. پس نیو ویدیو یا ویدیوی جدید یکی از اون اصولی هستش که تمامی یوتیوبرها باید رعایت بکنن. برای همینه که یوتیوبرهای موفق تولید محتوای دیلی دارن، تولید محتوای روزانه دارن، چون مدام میخوان تو این لیست قرار بگیرن. حالا سوال دیگه‌ای که پیش میاد اینه که آیا فقط همین چند تا یوتیوبر تولید محتوا کردن که تو این لیست قرار گرفتن، یا نه ده ها یا صد ها نفر دیگه هستن که تولید محتوا میکنن اما تو این لیست قرار نمیگیرن؟ جواب درست اینه که واقعا صد ها تولید محتوای دیگه هم داریم، اما داخل این لیست جایی واسه شون نیستش. داخل این لیست فقط 12 تا دونه ویدیو بیشتر سرچ نمیشه. اگه شما فیلتر رو بر روی آپلود دیت بذارید، میتونید برید ویدیوهایی رو ببینید که کمتر دیده شدن، کمتر شناخته شدن. بر حسب زمان میاد اینا رو سورت میکنه، ویدیویی که 1 دقیقه پیش منتشر شده تا ویدیویی که 1 روز پیش منتشر شده، تمام اینها رو براتون لیست میکنه و اونجا میتونید صدها ویدیو ببینید از یوتیوبرهای تازه کار که نه اسمشون شنیدید، ویدیوهای خیلی پایینی دارن و تازه اونجا متوجه میشید که چقدر ویدیو داره منتشر میشه که فقط 12 تا دونش اینجا لیست شده. اما این 12 تا دونه بر چه مبنایی اینجا لیست شدن؟ اینم سوال خیلی مهمی هستش. ببینید بچه‌ها، تمامی این ویدیوهایی که اینجا لیست شدن، یوتیوب به کانال‌هاشون اعتبار خاصی داده. مثلا همین مانی هیس بچه‌ها، کانالی هستش که مدت‌ها سر کار می‌کنه و تعداد ویدیوهای بالایی داره. یکی از موضوعات خیلی مهم اینه که تعداد ویدیوهای به نسبت بالایی داشته باشید. ببینید من اگه بخوام یه سرجی بخوام براتون بزنم، من همیشه میام اسم کانال رو سرچ میکنم تا بخوام به تعداد ویدیوهاش برسم. ببینید کانال مانی هیس چیزی در حدود 400 تا ویدیو تا الان منتشر کرده بچه ها. من بعد 7 ماه فعالیتم چیزی در حدود 80 تا ویدیو فقط منتشر کردم. 400 تا ویدیو خیلی زیاد هستش. پس اعتبار بیشتری داره پیش یوتیوب. اوکی، پس ویدیوهاش تو صدر لیست قرار میگیره. یا مثلا این کانال بچه ها، هیچ کدوم از کانال هایی که تو لیست هستن، هیچ کدوم کانال هایی نیستن که مثلا فکر کنید زیر 100 تا محتوا ساخته باشن. این کانال الان 247 تا ویدیو تولید کرده، آموزش MMP که تونسته تو لیست تو نفر دوم قرار بگیره. یا کانال استار وولف، خب خیلی ها این کانال رو میشناسن. این کانال هم بچه ها ببینید تعداد ویدیوهایی که تولید کرده چیزی در حدود 261 ویدیو هستش. بازم دارم بهتون میگم، من بعد از 7 ماه فعالیت فقط 80 تا دونه ویدیو تولید کردم و ویدیوهایی که رقبای من تولید کردن خیلی بیشتر از من بوده. و وقتی تعداد ویدیوها بیشتر باشه، در واقع اینا اعتبار بیشتری دارن و تو لیست تو صدر جدول هستن. حالا منم تو این لیست هستم. اگه بیایم پایین بچه‌ها، میبینید که یکی از ویدیوهای من اینا،
یکی از ویدیوهای من تونسته تو لیست کسب درآمد دلاری بیاد. تمامی ویدیوهایی که اینجا هستن با کلید واژه کسب درآمد دلاری هستن. ببینید بچه‌ها، من کسب درآمد دلاری، این ویدیو کسب درآمد دلاری، کسب درآمد دلاری، کسب درآمد دلاری، هممون با کلید واژه کسب درآمد دلاری هستیم. اما یکی از ویدیوهای من تونست تو این لیست قرار بگیره و 1400 تا هم ویو گرفت و نسبت ویو بدی نیستش برای کانال من. و اینکه من اگر بخوام ویدیوهای بیشتری وارد این لیست بکنم، باید محتوای بیشتری بسازم، باید زمان بیشتری بذارم. در واقع میخوام بهتون بگم که انقدر رقابت زیاد هستش که یه تازه کار شانسی برای ورود به این لیست نداره. اما حالا سوال اصلی اینجا پیش میاد که واسه یه تازه کار باید چیکار بکنه؟ واسه چطور میتونه کسی که تو زمینه کسب درآمد دلاری میخواد کار بکنه، چطور میتونه از طریق سرچ خودش رو معرفی بکنه؟ جواب این سوالو در ادامه بهتون میگم. ببینید بچه‌ها، اینجا یک مقوله میاد وسط به اسم نیچ. یعنی شما باید نیچ انجام بدید تا بتونی موفق بشی. شاید در خصوص نیچ یه چیزایی شنیده باشید. نیچ به زبان ساده یعنی اینکه یک موضوع کلی رو ما تبدیل بکنیم به یک موضوع تخصصی تر، یعنی ریزتر بررسی بکنیم. تو مثال ما یعنی اینکه کسب درآمد دلاری یک موضوع کلی هستش، ما باید تخصصی ترش بکنیم. مثلا بگیم کسب درآمد دلاری از ارزهای دیجیتال، اینجوری موضوع کوچیک‌تر میشه، تخصصی تر میشه. همون کسب درآمد دلاری اما فوکوس کردیم روی ارزهای دیجیتال. یا مثلا بگیم کسب درآمد دلاری از فریلنس، همون کسب درآمد دلاریه اما فوکوس شده، ریس شده روی فریلنس، تخصصی روی فریلنسینگ داریم صحبت میکنیم. به اینها میگن نیچ. امروز خیلی ها دارن نیچ انجام میدن بچه‌ها. کانال‌های خیلی زیادی به وجود اومده در خصوص کسب درآمد دلاری از بازی‌های کریپتویی. اینها هم در واقع همون کانال‌های کسب درآمد دلاری هستن اما نیچ کردن صرفاً رو بازی‌های کریپتویی. یا کانال‌هایی هستش در خصوص کسب درآمد دلاری از آمازون، اینها دارن نیچ می‌کنن صرفاً روی آمازون. چرا اصلا ما نیچ می‌کنیم بچه‌ها؟ چون رقبا کمتر بشه. هر چقدر که رقبا کمتر بشه، شانس رشد و معرفی بیشتره. پس وقتی شما موضوع رو تخصصی تر میکنی، افراد کمتری در اون خصوص هم صحبت میکنن، پس راحت تر میشه رشد کرد. وقتی موضوع رمزارزها داغ شدهش همین یک سال و نیم پیش، خیلی ها بچه افراد باهوش سریعا اومدن نیچ کردن روی این موضوع، یعنی کسب درآمد از رمزارزها. و خیلی هاشون، اونهایی که اولین ها بودن، رشد خیلی عجیبی داشتن. همین الان یعنی بازدیدهای خیلی زیادی دارن. بچه‌ها خیلی مهمه اینه که شما جز اولین نفرها باشید. برای همینه که همیشه من بهتون میگم که شما باید فرصت سنج باشید. شما باید فرصت‌ها رو بقاپید. چون فقط این شکلیه که میتونید یک رشد قابل توجه خیلی قوی و خیلی دیوونه وار داشته باشید. وقتی میگم فرصت، خیلی از مواقع فرصت جلو چشتون اما نمیبینید. همین دو ماه پیش بچه‌ها موضوعی مثل متاورس و خرید و فروش زمین‌های متاورسی و ساخت و ساز توش موضوع خیلی داغی شدش و سریعاً یک سری ها نیش کردن رو این قضیه، یعنی کسب درآمد دلاری از طریق خرید و فروش زمین‌های متاورسی یا ساخت و ساز توش. تمامی ویدیوهایی که منتشر می‌کنن صرفاً در این خصوصه. یا خیلی ها با داغ شدن موضوع NFT نیش کردن روی NFT، یعنی موضوع شدش کسب درآمد دلاری از NFT ها و تمامی ویدیوهاشون در خصوص NFT هستش که NFT چیه، چطور میشه ساختش، چطور میشه فروختش. پس میخوام بهتون بگم که فرصت هستش، فقط شما باید ببینیدش و شکارش بکنید و یک نیچ درست و حسابی انجام بدید. اما این رو هم بدونید که رقابت تو نیچ هم وجود داره بچه‌ها. حتی اگه نفر اول هم باشید، باز هم نفر دومی میاد، نفر سومی میاد، نفر چهارمی میاد و رقابت شکل میگیره و شما باید با تولید محتوای منظم همیشه نسبت به رقباتون یه لول جلوتر باشید. بچه ها اون دوره گذشت که یک سال پیش، دو سال پیش یک یوتیوبر هفته یه ویدیو منتشر میکرد، امروز دیگه رقباتون به شما اجازه نمیدن که هفته یه ویدیو منتشر کنی. چون رقبا روز به روز ویدیو منتشر میکنن، همونجور که بهتون نشون دادم تو صدر لیست سرچ گوگل قرار میگیرن و شما مدام ضعیفتر و ضعیفتر میشی. پس مجبوری مثل اونها کار کنی. امروز دیگه کسب درآمد از یوتیوب یک سرگرمی و یک تفریح صرفا نیستش، یه بیزنس شده، یه بیزنس جدی که وقتی کسی شروعش میکنه بعدش جواب میگیره، روزانه بیشتر از 10 ساعت روش وقت میذاره، تولید محتوا میکنه، شغلشه. پس شما هم باید این شکلی بهش نگاه کنی و با تولید محتوای روزانه خودتو به روز نگه داری. به این توجه داشته باشید که محتوای شما باید دو تا شرط داشته باشه. اگر میخواهید دیده بشه، اگر میخواهید رشد قابل توجهی داشته باشه، باید این دو تا شرط رو داشته باشه. یا باید محتوای انتخاب بکنید که رقبای شما کمتر در خصوصش ویدیو ساختن، محتوایی که کمتر رقیب داره. اوکی؟ که بهتون نشون میدم منظورم چیه. یا اینکه محتوایی بسازید که خیلی به روز هستش، خیلی محتوای داغی هستش. قبلتر از اینکه رقبای شما بخوان در خصوصش ویدیو بسازن، شما سریعا میجنبی و یک محتوا در خصوصش تولید میکنی. این دوتا شرط اصلی خیلی مهمن بچه ها. پس یا
محتوایی رو انتخاب میکنی که رقبات کمتر بهش توجه کردن، کمتر در خودش ویدیو ساختن، یا محتوایی که خیلی بروز و خیلی داغ هستش. الان از کانال خودم چند تا نمونه بهتون نشون میدم تا براتون قابل لمس تر بشه. صفحه نمایش من رو ببینید. خب بچه ها، وارد کانال یوتیوبی خودم شدم، میخوام یه چند تا مثال از اینجا بهتون بزنم. یکی از شروطی که بهتون گفتم که محتوای شما باید داشته باشه اینه که محتواتون باید بروز و داغ باشه. این شکلیه که شما نتیجه میگیری. ببینید بچه ها، این محتوای من رو ببینید. حدود 3 هفته پیش من داخل وبسایت میهن بلاکچین بودم که یک مقاله جدیدی رو دیدم که در خصوص بازی دوجدش حالا داره توضیح میده. واسم این بازی جالب شد، رفتم داخل یوتیوب فارسی سرچ کردم، دیدم که هیچ یوتیوبر فارسی فعلا در خصوص این بازی محتوا منتشر نکرده. پس من سریعا جز اولین نفرهایی شدم که 3 هفته پیش بچه ها سریعا اومدم یه محتوا منتشر کردم در خصوص دوجدش، بازی دوجدش، کسب درآمد از این بازی. چون اولین نفر بودم، چون جز محدود افرادی بودم که این ویدیو رو منتشر کردم، بچه ها یوتیوب جایزم رو بهم داد. الان اگر داخل یوتیوب بخوای سرچ بکنی کسب درآمد از دوجدش یا کسب درآمد دلاری از دوجدش، ببینید من ویدیوم نفر دومه، اوکی، و دیده شده و 1300 کا ویو گرفته ظرف 3 هفته. کانال من کانال کوچیکی هستش، اکثر ویوهاش بین 400 تا 500 تا حتی 300 تا است، اوکی. پس این ویو واسهش ویوی مناسبیه. یا بچه ها یه موضوع دیگه، من رفتم سرچ کردم، ببین این شکلی نیستش که شما هر محتوایی که دلت بخواد تولید کنی، باید بررسی کنی ببینی که کدوم محتوا به نفته. من میتونستم بازی های کریپتوی زیادی رو معرفی کنم، اما چرا مثلا تو ویدیوی بعد سند باکس رو معرفی کردم؟ چون وقتی بررسی کردم داخل یوتیوب فارسی، دیدم که در خصوص سند باکس کمتر ملت محتوا منتشر کردن. همون اصلی که بهتون گفتم، یکی از شرطایی که بهتون گفتم این که باید محتوایی بسازید که رقابت توش کمتره. حالا وقتی رقابت توش کمتر باشه، پس وقتی کسی سرچ بکنه کسب درآمد از سند باکس، ویدیوی من رو یوتیوب نمایش میده. مثل حالت قبل نیستش که وقتی کسب درآمد دلاری رو سرچ میکنیم رقابت توش خیلی زیاد باشه و ویدیوی من رو نمایش نده. اوکی، اینجا تصور کنید یه نفر سرچ میکنه کسب درآمد از سند باکس. ببینید ویدیوی من دوباره رتبه دوم هستش. اوکی، پس تو کلید واژه هایی که رقابت توش کمتره، تو کلید واژه هایی که خیلی تازه و داغ هستن، میشه حرفی واسه گفتن داشت و شما باید دنبال اینها باشید تا بخواید ویو بگیرید. یا مثلا اینجا بچه ها، من اومدم یهو رفتم سراغ کسب درآمد از طریق وب و ویدیوهایی منتشر کردم که در این خصوص صحبت میکرد. الان اگه من بخوام بنویسم آموزش طراحی وبسایت، ببینید تو این لیست هستم، موضوعی که بازم فکر میکنم کمتر روش کار شده باشه، آموزش طراحی وبسایت. گرچه من اصلا حوزه‌ام در این خصوص نیستش، حتما اول کانال‌هایی رو میاره که اختصاصاً به صورت نیچ شده رو این زمینه دارن کار میکنن. این کانال الان نیچ هستش، اما ویدیو من رو هم میبینید که رتبه 4 هستش و این ویدیو رو منتشر کرده و 1500 تا ازش ویو گرفتم. پس ببینید، باید دنبال موضوعاتی برید که کمتر در خصوصش صحبت شده. موضوعات روزم اصلا دوباره بحث NFT موضوع روز بودش، اوکی، که من در خصوصش 3 قسمت محتوا منتشر کردم و الان اگر کسی مثلا سرچ بکنه کسب درآمد دلاری از NFT، باز هم باید به یکی از ویدیوهای من بالاخره بر بخوره. ببینید تو این 12 تای اول هستم، اوکی، رتبه 4 و 5. بس این شکلیه بچه ها. الان مثلا که بحثای بعدی من مثل این که کسب درآمد از یوتیوب، اینجا من شانسی برای معرفی ندارم، چون خیلی این کلید واژه شلوغه، خیلی ها، خیلی اساتید قدر در خصوص این دارن صحبت میکنن. یا کسب درآمد از ارزهای دیجیتال که یک پلیلیست دیگه من هستش، اوکی، این همه پلیلیست های من بودن که یک پلیلیست دیگه من باشه، ویدیوهای این تو هم شانسی برای حضور داخل سرچ ندارم به اون صورت، چون در این خصوص هم به شدت رقبا زیاد هستن و دارن صحبت میکنن. شما دنبال موضوعاتی برید که رقبا توش کمتر هستن و محتوایی بسازید که بارها اینو تو این ویدیو دیگه بهتون گفتم، محتوایی بسازید که رقابت توش کمتره یا به روز و خیلی داغ هستش. خب بچه‌ها، فکر می‌کنم کافی باشه. امیدوارم از این آموزش ارزشمند لذت برده باشید. من سعی کردم دیده عمیق‌تری نسبت به عملکرد پلتفرم یوتیوب بهتون بدم که اینکه این الگوریتم چطور کار می‌کنه و چطور می‌تونید ویوهای بهتری بگیرید. اگر سوالی داشتید ازم بپرسید و اینکه قبل اینکه ویدیو رو تموم بکنم اجازه بدید مسابقه رو برگزار کنم. صفحه نمایش من رو ببینید. بچه‌ها، تو قسمت قبل بهتون گفتم که تو این تصویر چند تا عدد وجود داره. تو این تصویر بچه‌ها 10 تا عدد وجود داره. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9. از 0 تا 9 10 تا عدد.
بهتون گفتم که به اولین کسی که جواب درست رو به سوال بده برنده مسابقه است. بین تمامی کامنت هایی که گذاشتید بچه ها، این یوزر یوزری هستش که اولین جواب درست رو داده و برنده مسابقه هستش. کافیه تو اینستاگرام با هم تماس بگیره و هدیه‌اش رو دریافت بکنه. بازم ازتون ممنونم که تا اینجا ویدیو رو همراه من بودید. واسم خیلی ارزش داره که تا ثانیه‌های آخر رو می‌بینید. دمتون گرم. اگر پیج اینستاگرامی رو هنوز فالو نکردید، فالو بکنید. ما توش محتویات ارزشمندی رو روزانه منتشر می‌کنیم. اگر کانال یوتیوبی رو سابسکرایب نکردید، سابسکرایب بکنید. خوشحالم می‌کنید زنگوله رو بزنید، لایک کنید ویدیو رو و اینکه دوستتون دارم بچه‌ها. تا ویدیوی بعد.